درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. درس امروز رو به سفارش یه سری از دوستان دارم آماده میکنم. یه سری از دوستان یه سری پرسش هایی داشتن که میشه گفت پرسش های تکمیلی یا جا مونده از درس های دیگه است، یعنی درس های دیگر دیدن، مطالبی براشون باقی مونده، پرسیدن. این هست که من یک درس دوره رو میخوام ضبط کنم. تو این درس به پرسش این سری از دوستان پاسخ داده میشه. یه سری از دوستان در رابطه با WH ها، do و does، did، was، where، have been، how long، present perfect continuous، این ها پرسیدن. به هر حال مطالب زیاد پرسیده شده که خب من این درس رو آماده میکنم برای پاسخ به پرسش این دوستان. تو این درس بذارید تو بهتون اول یه مقدمه بدم که چیکار میکنیم، بعد بریم سراغ خود درس. تو این درس برای پاسخ دادن به این پرسش ها و همینطور برای جلوگیری از اون ایجاد ابهام برای دوستانی که ویدیوها رو از آغاز دارن میبینن و اینها، یا مثلا دیدن و حالا میخوان دوره کرده باشن، من تمامی درس ها که نه، ولی خب یه سریشون رو دارم مرور میکنم. از جمله اینها من داریم تو این درس ام، ایز و آر رو دوباره بررسی میکنیم، حالت منفیش، حالت پرسشیش، حالت تک کوئسچنش و حالت پاسخ دادن بهش، و اینها رو با هم کار میکنیم، کجا کاربرد دارن اینها، و بعد میریم سراغ واز و ور که گذشتهش هست، و بعد میریم سراغ ویل بی که میریم سراغ ویل بی که آینده فعل تو بی هست. بعد فعل تو بی اینجا به پایان میرسه، بعد میریم سراغ فعل های تو دو، و بعد برای بررسی و خوندن فعل تو دو میریم سراغ زمان حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده، گذشته استمراری، آینده ساده، آینده استمراری، حال کامل، حال کامل استمراری، و گذشته کامل و گذشته کامل استمراری. تمام اینها رو توی درس گنجوندم، دونه دونه میریم سراغشون، میبینیم که با هم چه تفاوتهایی دارن، چجوری میسازیمشون. یه جورایی درس حالا خیلی با مثالهای زیادی نیست، فقط برای اینکه برای مطلب زیاد هست خب ببینیم چجور یه جمله رو ببریم توی تمام این زمان‌ها رد کنیم. در پایان این درس، پس از دیدن این درس، من بهتون توصیه میکنم که یک جمله ای رو که میبینید، اولین جمله که حالا توی دفترتون نوشتید یا جایی میبینید، اون رو همون رو بگیرید، زمانش رو تشخیص بدید، بعد منفیش کنید، پرسشیش کنید، روش کار کنید، ببریدش یک زمان عقب، یک زمان بیاریدش جلو، کاملش کنید، حالت زمانش رو زمان کامل کنید اگه کامل هست، سادهش کنید، استمرارش کنید، باهاش بازی کنید. انجام این کار قدرت شما رو بالا میبره، ذهن شما آماده میشه برای کار کردن و عوض کردن جمله. جمله دیگه با شما بازی نمیکنه، شما اید که با جمله بازی میکنید، شما اید که تسلط دارید روی جمله. و با انجام تمرین هایی مثل جمله هایی که الان من باهاشون کار میکنم، ببینید شما میتونید با جمله کشتی بگیرید. اوکی، پس با من باشید، بریم سراغ این درس. پس این درس در رابطه با زمانهای مختلف هست که همونطور که بهتون گفتم با am، is و are آغاز میکنیم و ببینیم که اینها چجور هستن، چه تفاوتهای با هم دیگه دارن، چه معنیهایی دارن. اوکی، برای این موضوع من یک جمله ساده، خیلی ساده رو آوردم و میخوایم با این بازی کنیم و عوضش کنیم. توی این جمله we are students، ما در رابطه با هستی داریم صحبت میکنیم. حواستون باشه این بخش am، is، are، وقتی داریم در رابطه با am، is، are صحبت میکنیم، در رابطه با هستن افراد داریم صحبت میکنیم. هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند. پیش از اینکه بریم و بقیه نمونه ها رو ببینیم و کار کنیم، اصلا به این دقت کنید، چون بارها اتفاق میفته، بارها من دیدم، یعنی توی کلاس های من و به هر حال افراد صحبت که میکنن میبینم که چجور پس از یک فعل هستن یک فعل ساده میارن، مثل مثلا drive، مثلا I am drive home، خواهد بگه که من باید رانندگی کنم برم خونه، یا مثلا میگه که I am walk home یا I am walk school. یعنی نمیشه من بگم من هستم رانندگی، من هستم راه رفتن، نمیشه. چرا که دوستان معمولا توی ذهنشون این کار میکنن که این هست، ام یعنی این کار رو میکنم، یعنی این رو کردن معنی میکنن، و مثلا من رانندگی میکنم یا مثلا من قدم میزنم، یه همچین حالتی احتمالا این توی ذهنشون این شکلی ترجمهش میکنن که بهش نیاز پیدا کنن. ولی اگر دقت کنیم بهش که وقتی من میگم I am drive، یعنی میگم من هستم رانندگی، من رانندگی هستم، یا من قدم زدن هستم، نمیتونیم فعلی باشیم. ما میتونیم خوشحال،
خسته، پر انرژی، نمیدونم 20 ساله، 30 ساله، ایرانی، آمریکایی، اینها باشیم، اما نمیتونیم رانندگی باشیم. آها، پس حواستون باشه فعل بودن مثل امایز آن رو با فعل های دو مثل drive, drink, eat نمیدونم اینها نمیاریم. اوکی؟ پس برای زمانی که ما فعل اصلیمون am is یا are هست، ما از فعل ساده استفاده نمی کنیم و هیچ زمانی از فعل ساده پس از am is are استفاده نباید بکنیم. اوکی؟ حواستون باشه. اوکی، we are students. اوکی؟ حالا اگه من بخوام این جمله رو با I بنویسم، باید تغییری توی فعلم هم بدم. We are students. حالا میخوام بگم من خودم رو بگم، میگم I am a student. اوکی؟ اینجا باید بگم I am a student. از حالت are نمیتونم استفاده کنم، چرا که are به معنی هستی، هستیم، هستند هست. اوکی؟ به این سه معنی هستش. نمیتونم، یا بگیم چهار معنی، هستید، هستی، هستید، هستیم، هستند، به این معنی ها هست و من نمیتونم بگم من هستیم یا من هستید. به این ترتیب ما باید بگیم هستم که تنها یک واژه برای هستم داریم و اونم am هست. اوکی؟ پس من میگم I am a student. حالا میخوام در رابطه با she صحبت کنم. بیایم فاعل جمله رو برداریم ببینیم، یعنی این تمرینی هست که ما میتونیم بارها انجام بدیم با شاگردامون و یا برای خودمون میتونیم کار انجام بدیم، بگیم خب حالا این جمله رو من میخوام با فلانی بگم، بذارمش و ببینم همه کاراشو تونستم انجام بدم یا نه. اوکی، پس یک بار هر جمله رو که دارید با وی، با آی و با شی میتونید تستش کنید، ببینید هر تغییری داره شما میتونید انجام بدید، به اون تغییرات رو تونستید انجام بدید یا نه. همینطور هم که من دارم بهتون میگم، پیش از این که بزنم و نشون بدم که چی داره میاد اینجا، شما میتونید خودتون تست کنید. پس این جمله رو بخوام با شی بنویسیم، چی بنویسیم؟ میگیم شی ایز ای استودنت. اوکی، به هر حال ایز چون به معنای هست هستش، ما باید از برای شی او از این مورد استفاده کنیم. خب تفاوت اینها فقط با توجه به اینکه ما از چه سابجکتی داریم استفاده میکنیم، اینها رو باید عوض کنیم، میکنیم am, is یا are. اوکی؟ و هر سه زمانشون حاله و در رابطه با هستن حرف میزنه و نه اینکه کاری رو داریم انجام میدیم. اوکی؟ مثلا وقتی من میگم she is Iranian، به این معنی نیست که کاری داره انجام میده، در رابطه با هستی فرد داریم صحبت میکنیم. اگر در رابطه با کار اون فرد، کاری که داره انجام میده و اینها میخواید صحبت کنید، حواستون باشه is نیاز نداره. اوکی؟ یا am یا are. این از حالت ساده و مثبتش.